امروز قراره که این افکت با این تم سفید رو یاد بگیریم، پس بدون اینکه وقت صرف کنیم فتوشاپتون رو باز کنیم، بریم تو محیط فتوشاپ. خب من عکسی که میخوام افکت روش اجرا بکنم توی فتوشاپ باز کردم. مثل همیشه یه کپی ازش میگیرم، روش کلیک راست میکنم و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنم. بعد از اون از قسمت فیلتر، از منوی فیلتر، کامرا را فیلتر رو باز میکنیم. تو قسمت بیسیک مقدار تمپرچر رو میذاریم روی منفی 8، مقدار تینت رو میذاریم روی 6. مقدار اکسپوژر رو با توجه به عکستون به میزان دلخواهتون میتونین زیاد بکنین. من فکر کنم این مقدار مناسبه. مقدار کنتراست رو میذارم روی 10. مقدار شادو رو میذارم روی 20. مقدار وایت هم میذارم روی 20. مقدار بلک رو میذارم روی منفی 20. کارمون تو قسمت بیسیک تموم شده، میام تو قسمت تونکر. اینجا یه کوچولو دقت بکنین که من این نمودارش رو به چه شکلی در میارم، شما هم دقیقا همون رو اجرا بکنید. این قسمت پایین نمودار رو اگر یه کوچولو بیاریم بالا، بذاریم بیشتر بیارم که ببینین چه اتفاقی میفته. قسمت های تیرمون شروع میکنه به روشن شدن، یه حالت فیدی پیدا میکنه، پس اینو تقریبا این قسمت مناسبه. بعد از اون میگم تو قسمت HSL Grayscale. با مقدار هیو کاری نداریم. تو قسمت Saturation مقدار یلو رو میذارم روی منفی 80، مقدار گرین هم همون منفی 80. از اینجا به بعد همشون رو روی منفی 70 میذاریم. آخرین کاری هم که انجام میدیم اینه که از قسمت لومیننس مقدار رد رو میذارم روی 10، اورنج هم میذارم روی 10، مقدار آکوا رو بذارین روی 20 و مقدار بلور هم بذارین روی 20. کارمون تموم شده، افکتمون تمومه. از این قسمت منو اگر که بخواین سیوش بکنین، علامت چند تا خط رو بزنید، سیو سیتینگ رو که بزنید، این علامت سیو هم میزنین، یه اسم برش انتخاب میکنین و سیو میشه. اوکی رو میزنم و این قبل و بعد عکس منه. حالا اگر بخواید رو عکس دیگه یه جاش بکنین، دوباره یه کپی ازش میگیرم، روش کلیک راست میکنم، کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنم، از قسمت فیلتر کامرا را فیلتر رو باز میکنم، همین منو یا علامت چند تا خطی که این گوشه هست رو میزنم، اپلای پریست، اسمی که براش انتخاب کردم و تمام. اینم از ویدیوی امروز. ویدیوی بعدی قراره که یه افکت مشکی نارنجی باشه که میبینین، پس اون ویدیو رو هم حتما یادتون باشه که تماشا کنین. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.